خدمت شما شاگردان عزیز، امید که یک روز خوش خوبی را آغاز کرده باشید. بازم واسید حیات هستم، استاد ریاضی و امروز درس سوم صنف هشتم ما شما میخونیم که نوان درس ماست برام خواست اعداد عقیم. درس گذشته را که ما خواندیم مفهوم اعداد عقیم بود. ما شما فهمیدیم که اعداد عقیم کدام اعداد است، که اعداد ناطق، اعداد غیر ناطق خواندیم و به صورت مکمل و اساسی ما آموختیم که اعداد ناطق کدام اعداد میباشه و اعداد غیر ناطق کدام است و روی محور آن نشان دادنشون را یاد گرفتیم. خب امروز خواص اعداد عقیم را میخوانیم و تا آخری ویدیو با ما همراه باشید. کتابچه و قلمهایتان از یاد دادن. خب شاگرد عزیز، فعالیت را اول از شروع میکنیم و شما اگر در صورتی که سه جذر بر ما داده باشه، اعدادش باشه جذر دو، جذر سه و جذر پنج و اعداد قیمت های تقریبی شانه قیمت های شانه برای ما داده باشه، از دور ما شما پیدا کنیم یک اشاریه چار یک، از سه رو گفتیم یک اشاریه هفت سه است و از پنج رو میگیریم دو اشاریه دو پنج است، دو اشاریه دو سه. خب میگه شما فعالیت قسمی گفته، میگه جذر دو جمع جذر سه مساوی به چند میشه؟ یک. جذر سه جمع جذر دو مساوی به چند میشه؟ دو. دیگر چند عدد دیگر رو میگیریم، جذر دو جمع جذر دو مساوی به چند میشه؟ جذر سه جمع جذر یک مساوی به چند میشه. فقط این سه تاشه کار میکنیم، مطابقی شما کارخونه شما میتونه پیش کار کنیم. خب جذر دو را ما شما چند داریم؟ یک اشاریه چهار یک جمع جذر سه رو چند داریم؟ یک اشاریه اف سه، یک اشاریه اف سه مساوی میشه یک جمع سه چهار، چهار جمع اف خب یک جمع سه چهار، چهار جمع اف میشه یازده، یکش یک شاسه یک جمع یک دو، دو ما یک وسط داشتیم سه، سه اشاریه چهار یک چهار. خب بیره بگیریم سه جمع جذر دو، جذر سه جمع جذر دو، جذر سه رو چند داریم؟ یک اشاریه هفت سه جمع جذر دو رو داریم؟ یک اشاریه چهار یک مساوی میشه سه جمع چهار، هفت جمع چهار یازده، یکش یک آسل یک یک دو سه، بازم سه اشاریه یک چهار میشه. یک قسمت فرق کنم در تغییر آمد در قیمت رو نامد، درست هستن؟ فقط جایش رو تبدیل شد، یعنی خاصیت تبدیلی در اعداد ناطق هم غیر ناطق وجود داره. خب اینه میگیم جذر دو جمع جذر دو، جذر دو رو گرفتیم یک اشاریه چار یک جمع یک اشاریه چار یک بسیم بر یک جمع یک دو، چار جمع چار هشت، دو جمع دو یک جمع یک دو اشاریه میگیم، خاطر دو خانه اشاریه است، دو خانه میگیم دو اشاریه دو اشاریه هشت دو. خب این مثال به یه مثال دقت کنیم، ما شما خود جذر سه را قیمت شده داریم یک اشاریه هفت سه، جذر دو را هم داریم از پنج داریم، اما از یک نداریم یک جذر شده داریم، اینه ما باید عدد را پیدا کنیم که ضرب خودش شد مساوی به چند شد؟ مساوی به یک شد و عدد کنم باشه، صفر ضرب صفر مساوی به صفر، دو ضرب دو مساوی به چهار بزرگ شد، پس بین صفر دو کنم عدد قرار داره یک هست، یک ضرب یک مساوی به یک، پس عدد جذر سه را خودش میگیریم یک اشاریه هفت سه جمع جذر یک چند است؟ یک است، پس مساوی میشه. خب یک اشاریه اف سه را خودش میگیریم جمع، به جای یک میتونیم نوشته کنیم یک اشاریه صفر صفر، یک اشاریه صفر صفر پس اون یک است، یک فرق نداره، سه جمع صفر سه، اف جمع صفر اف اشاریه خودش یک تشو میگیریم یک جمع دو، این اصلاش چند میشه؟ دو اشاریه اف سه. سوال به صورت مکمل بگیریم. خب در ادامه میگیم آیا خاصیت تبدیلی در حمله جمع درست در ست اعداد عقیم صدق میکند؟ یعنی خاصیت تبدیلی دو جمع جذر سه است، اینجا هست جذر سه جمع جذر دو، یعنی جایشان تبدیل شده، درست است؟ اما در نتیجه جوابش چی شده؟ کدام تغییر وجود آمد؟ نه، پس خاصیت تبدیلی در عملی ست اعداد عقیم صدق میکند. خب بسیار مثلا عدد A جمع عدد B باشه مساوی میشه با B جمع A، یعنی هیچ کدام فرقی نمیکنه در عملی جمع عدد عقیم، وقتی جایشان رو تغییر بده کدام تغییری در جواب یا نتیجه سوال ما نمیده، یعنی خاصیت
خاصیت تبدیلی در عملی جمع وجود داره. خب سوال دیگه می سوال آیا خاصیت تبدیلی عملی در اعداد ترکیب نسبت می کند؟ خاصیت تبدیلی خود در عملی جمع صفت کرد دیدیم شما آیا خاصیت در اعداد و ضربشون با وجود می آید یا نه تغییر می کنه نمی ضربشون می بینیم جذر سه ضرب جذر دو مسیر جذر خاصیت ضرب جذر چیه؟ هر جذر یک چه میگیریم در صورت درجه هاشون با هم مساوی باشه هر جذر یک چه میگیریم اعداد داخل جذر رو با هم ضرب میکنیم سه ضرب دو مساوی میشه جذر سه دو شش جذر شش خب یا مثلا باشه جذر دو ضرب جذر سه یعنی جایشون تغییر کنه پس در جذر یک چه میگیریم دو ضرب سه جذر شش کدوم تغییر وجود نمید؟ نخیر جواب هر دو شکل فقط جایشون وجود تغییر کرد پس ما گفتم میتونیم که در عملیه ضرب و عملیه جمع خاصیت تبدیلی در اعداد ارقیم وجود داره این به صورت مکمل نوشته کنیم شاگردای عزیز درس سوم ماده ویژه به پایان میرسه امید که درس خوبی را یاد گرفته باشید و به صورت مکمل درس اساسی درس در ذهنتان نشسته باشه و درس بعدی را فردا بخیر آغاز میکنیم و در صورت هر نوع مشکل شما میتونید با استادتان در استاد راهنمایتان در گروپ های تلگرام و واتساپ شریک بسازید تا مشکلاتتان حل شود براتون موفقیت آرزو میکنم